سلام عزیزان، خوش آمد میگم به یه برنامه دیگه الف و یا. شبتون خوش عزیزان. امروز من با سینای عزیز این برنامه رو مدیریت میکنیم. خیلی خوشحالیم که امشب هم میتونیم همراه با شما باشیم. منم عرض درود دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب فرصت داریم که یک بار دیگه در خدمت شما باشیم در پنجمین قسمت از برنامه الف و یا که ویژه برنامه کریسمس هستش. میخوایم امروز شما هم با ما سهیم باشین در آنچه که در جشن کلیسا آلفا و اومگا در روز یک شنبه گذشت. عزیزان میخوایم با همدیگه یک قسمت از برنامه یک شنبه گذشته رو ببینیم. خیلی خیلی خوشحال هستیم که واقعا عزیزان ما کلیسا آلفا و اومگا جوانان و همینطور بچه ها برنامه های آماده کرده بودن روز یک شنبه با رقص، با سرود، کوچیکا حتی سرود خوندن. الان میخوایم که با همدیگه به این برنامه ها توجه کنیم. در آن شب مقدس و فروسم منجی من مولود گشت در این جهان، تشنگان عالم در انتظار هم در علاله.
تو هستم، با من بمان دوستت دارم، چون بار من هم سبک است و یوغ من بس شیرین است. آید با هم سرود خوانیم نام او را برافرازیم، گدایی با هم در صفا زیرا امروز روز شادی. آید با هم سرود خوانیم نام او را برافرازیم، گدایی با هم در صفا زیرا امروز روز شادی. بعد داده برمیگردد ما را نزد خود میبرد، به ما بخشد قلبی تازه، دعا کنیم ما هر روزه. بعد داده برمیگردد ما را نزد خود میبرد، به ما بخشد قلبی تازه، دعا کنیم ما هر روزه. آید با هم سرود خوانیم نام او را برافرازیم، گدایم با هم در صفا زیرا امروز روز شادی. آید با هم سرود خوانیم نام او را برافرازیم، گدایم با هم در صفا زیرا امروز روز شادی. ما همه شادیم، همه بایستا سر کردم از سر کردم، خوندم بر خودم اول، زندگیمو من رب کردم و دادم بود در جد بر من، بعد درد خدا شد برام هدفم، خوشید می تو برو قدمم ددفم، شب بشه بازم مرواریده دو صدفم. شاد باشیم وقتی میخندیم میخونه اینجا قناری، شاد باشیم بپرس خودت کجا بودی و کجایی، شاد باشیم نگو هیچ وقتی ایسا نیست، درونمون میده رخش رو به آسمون بالایی. پیچیده بیاید ببینید در آخور خوابیده، برخیز و فریاد بزن عیسی به دنیا آمد، برخیز و فریاد بزن عیسی به دنیا آمد.
رسید موسم فیض و وعده‌ای محقق شد. رسید موسم فیض و وعده‌ای محقق شد. کلام حق ز باکر زنی مجسم شد. فرشته ز آسمان نزول و شبانان را بداد مژده که موسم وصال جانان شد. به مردمان ساکن در دیار موت و تاریکی رسید مژده که نور جهان تولد شد. جلال بر خدایی که از عرش به فرش آمد. جلال بر خدایی که از عرش به فرش آمد. ره نجات آدمیان در او میسر شد. از ابتدا کلام بود و همذات با خدا. از ابتدا کلام بود و همذات با خدا. تمام عالم هستی ز او هویدا شد. گشوده شد ز مقدمش دروازه های شهر خدا. لقاء پادشاه سما چه سهل و آسان شد. خدای سلامتی سرور صلح نامش، همان که دردمندان را طبیب و بلسان شد. خدای قدیر است او خداوند لشکرها، همان که به نامش ابلیس ذلیل و ترسان شد. محبتش ازلی دیر خشم و صبور، جمیع منتخبان را شفیع و رهبر شد. جلال بر خدایی که از عرش به فرش آمد. جلال بر خدایی که از عرش به فرش آمد. ره نجات آدمیان در او میسر شد. بله عزیزان، ما که واقعا خیلی لذت بردیم، مگه نه سینا؟ چقدر برنامه‌های قشنگی بود. عزیزان خیلی زحمت کشته بودن روز یک شنبه تا بتونیم در کنار هم در این جلسه یک جشنی برای مسیح داشته باشیم. خیلی خیلی تشکر میکنم دوباره از عزیزانی که خدمت کردن روز یک شنبه و ما تونستیم این برنامه رو برای شما آماده بکنیم. واقعا خدا شکر برای این عزیزانی که خداوند به کلیسای ما بخشیده که میتونیم واقعا ازشون اینطوری برکت بگیریم. در ادامه برنامه‌مون شبانان ما برای شما پیامی دارن که می‌خوایم با هم بشنویم و همینطور اعضای کلیسا. پس با ما همراه باشید. سلام عزیزان، شبتون خوش. الان آخر جلسه عبادتی یک شنبه هستیم، آخرین یک شنبه سال 2021، و الان کشیش های عزیز ما، کشیش آلبرت و کشیش نسرین رو اینجا داریم و میخواییم از کشیش های عزیزمون خواهش بکنیم که چه پیامی برای کریسمس و همینطور سال جدید 2022 چه پیامی، چه آرزویی برای خودتون و همچنین برای عزیزان ما دارید. یا سلام برادر خاره عزیز، بینندگان عزیز، دوستای عزیز. دوباره همسرم و من تبریک میگیم میلاد عیسی مسیح برای تک تک شما. از ما رومینا سوال کرده چطور این سال جدید گذاشت و چه آرزویی برای آینده داریم. یه سال ماجراجویانه بود با عیسی مسیح و زندگی با عیسی مسیح، واقعا راه رفتن با اوست و خیلی تجربه های خوبی داشتیم و خیلی چیزایی هست که یاد گرفتیم و چقدر در این سال مخصوصا برای سال آینده فکر کردیم که این پیام انجیل عیسی مسیح رو بتونیم به تمام دنیا برسونیم، هموطنهای عزیز برسونیم. به این خاطر هدف هر دوتامون و همینطور هم خدا رو شد توی کلیسامون یک میدیا داریم که فکرش و دیدش رو گذاشتن که بتونم پیام انجیل رو به تمام امت‌ها، مخصوصا به هموطنان خودمون برسونیم و این هدف ماست. روی این چیز خیلی کار خواهیم کرد، دعا خواهیم کرد، مخصوصا هم که یه زمانی هم گذاشتی که بتونیم برای دعا، برای افرادی که احتیاج به دعا دارن برایشون دعا کنیم، چون واقعا دنیا احتیاج داره که بتونن
برحال نیازهایی که دارن، دردهایی که دارن بتونیم با دعا بتونیم خدمت کنیم. و همسرم که یک استعداد عطایی داره برای دعا کردن و شفاعت میکنه و خودت هم میتونی در این قسمت یا قلبی که داری فکری یا هدفی داری بهشون مطرح کنی. منم سلام میگم به بینندگان عزیز و تجلی کامل محبت خدای پدر رو که به وسیله عیسی مسیح خداوند در جهانیان ظاهر شد. به تک تک شما عزیزانم تبریک میگم. منم هم عقیده هستم با همسرم که سالی خیلی پر از چالش داشتیم، ولی لحظه به لحظهش وفاداری و امین بودن خدا رو تجربه کردیم و به این شناخت عمیق‌تر رسیدیم که خداوند با ماست، حقیقتاً امانوئل در تمامی ضعف‌های ما، قوت ما، سرافرازی ماست. و همینطور برای سال جدید بازم همینطور که پاستور گفت، حقیقتاً آرزوی ما اینه که کلیسای عیسی مسیح خداوند رسالت خودشو در این سال جدید انجام بده. همونطور که عیسی مسیح اومد به زمین که گم شده رو بجویه و او رو نجات بخشه، آمین که کلیسای خداوندم مثل خداوندش که نور عالم بود، نور جهان باشه در این همه ظلمت و تاریکی و بتونه انجیل درخشان خداوند رو به جهانیان بشناسونه. آمین. این آرزوی قلبی ماست که این روح بر کلیسا بیاد، این عطیه بر کلیسا بیاد که هممون همگام با مسیر و آرزوی خداوند جلو بریم. اگه این پیام رو که الان شنیدین و دوست دارین همینطورم توی روزای سه‌شنبه، روزای چهارشنبه که برنامه‌هایی داریم، حتما بیاین نگاه کنین. و کسانی که مخصوصا که عیسی رو نمی‌شناسن، مطمئن باشین که از طریق این برنامه‌ها خدا با قلبتون صحبت خواهد کرد که نجات به دست بیارین و حیات جاودانی، این هدیه‌ای که خداوند برای شما داره. فیض مسیح با تک تک شما باشه عزیزان. خدا حافظ. آمین. سلام عزیزان، من الان برادر آرش عزیز رو اینجا پیشمون داریم و از ایشون هم میخوام بپرسم که آرش عزیز، سال 2021 برای شما چطور گذشت و چه آرزویی برای خودت و برای کلیسا برای 2022 داری؟ مرسی، منم خوشحالم که اینجا هستم. در یک جمله اگر بخوام بگم، سال 2021 خیلی سخت بود و خیلی واقعا سال پر تلاطم، پر تنش، پر از سختی‌های زیادی بود و واقعا من یه جوری خوشحالم خانم اینا عزیز، سال 2021 بالاخره داره تموم میشه و اما واقعا امیدوار هستم برای سال تازه که خداوند برای ما داره میسازه و هر چیزی که میسازه نیکوست. و دعای من برای خودم و برای تک تک شما عزیزان این هستش که سالی باشه که همگی ما محبت، رحمت و فیض خداوند رو به صورت خاص تجربه کنیم، به او وصل باشیم، به او بچسبیم و از نیکویی او لبریز بشیم و پر بشیم. و فکر نمی کنم شاید سال خیلی آسونی هم باشه، اما مطمئنم و ایمان دارم که با قوت خدا، با فیض خدا میتونیم از سال 2022 هم عبور کنیم و در پایان سال مثل امروز که جشن گرفتیم، پایان سال 2022 رو هم جشن بگیریم. از الان شروع سال 2022 رو به همتون تبریک میگم. آمین و آمین. مرسی، ممنون. خیلی خب عزیزان، الان خواهر عزیز ما هما پیش منه. خواهر همای عزیز، سوال من اینه که چه اتفاقاتی یا 2021 برای شما چطور گذشت و چه آرزویی برای 2022 برای خودتون و برای عزیزان دارید؟ سلام میگم به شما عزیز دل و همتون بینندگان عزیز. سالی که گذشت برای من خیلی پر برکت بود و واقعا خدا خیلی تو زندگی کارهای خیلی بزرگی کرد و برای سال آینده و برای خودم و برای عزیزانم این آرزو رو دارم که بیشتر به شناخت خدا برسم و بیشتر با خود خدا راه برم. همین آرزوی دل من هست برای خودم و برای عزیزانم. آمین. مرسی، ممنون. مرسی شما. برای شما چطور گذشت و برای سال جدید آرزوتون چیه و دعاتون چیه؟ سالی که گذشت خیلی بالا و پایین داشت، خیلی فراز و نشیب به قول معروف، خیلی هیجانا داشت، خیلی اتفاقا افتاد، شیرین و تلخ، ولی با همه اینا تو روزای آخر هستیم، داریم میگذاریم و شاهد خیلی معجزه ها بودم، خیلی اتفاقات جالب، خیلی اتفاقات زیبا و شگفت انگیز. و آرزو و دعای من اینه که همچنان تجربه های شیرین، تجربه های پر از برکت با عیسی داشته باشم و داشته باشیم و شاهد صلح جهانی باشیم.
سلام عزیزان، الان یک شنبه شب آخرین جلسه عبادتی ما در این سال. الان من اینجا شیما جون پیش منه و میخوام از شیما جون یه دوتا سوال بکنم. شیمای عزیز شبت خوش. سلام، میشه لطفا به ما توضیح بدی سال 2021 برای تو چطور بود و چه آرزویی برای خودت برای سال 2022 میکنی؟ سلام، سال 2021 یکم سال سختی بود، یکی به خاطر کرونا، دوم همچنین که دوستای خیلی خیلی عزیزمون از دست دادیم به خاطر کرونا. امیدوارم برای سال 2022 که همه سلامت باشن، همه خوب بشن، این مریضی کرونا، ویروس کرونا بین بره و سلامتی آرزو میکنم برای همه. سلام، مرسی از سوالی که پرسیدین. برای من واقعا آیه کتاب مقدس که هر آن که بخواهد و بطلبد به او بیشتر داده خواهد شد و آرزوی من امسال اینه که بیشتر میخوام رابطه عالی با پدر خودم و کلیسای آلفا اومگا داشته باشه و بیشتر و بیشتر با خدا راه بریم هممون و دریافتای عالی از موعظات و تعلیمایی که میگیریم و میشنویم داشته باشیم و فقط شنونده نباشیم بلکه عمل کننده به تمامی این تعلیم ها باشیم. سلام میکنم به همگی شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم برای وجود همگی شما. میخواستم بگم که من سال 2022 رو با همسر خودم مهناز عزیز تصمیم گرفتیم که از این سال شروع کنیم که هر سال رو نامگذاری کنیم و همین خاطر تصمیم گرفتیم که سال 2022 که در پیش هست رو نامگذاری کنیم به سال سرسپردگی بیشتر و اطاعت بیشتر از کلام خدا و با این امید که سال 2022 سرسپرده تر از همیشه و مطیع تر از همیشه در عیسی مسیح خداوند جلو بریم و این چیزی هستش که آرزوی ما هست برای سال جدید و امیدوار هستیم و میدونیم هم که بدون قوت روح القدس این اتفاق نمیفته و ایمان داریم که روح خدا هم در این بخش کمک حال ما هست و کمک میکنه که بتونیم در این آرزو در واقع بمانیم و اون رو به دست بیاریم. خدا رو شکر برای وجود همگیتون. تو دستای خدا باشید. بله عزیزان، منم آمین میگم به این دعاهایی که شنیدیم از شبانان عزیزمون و همینطور از عزیزانی که پیغام داشتن و دعاهاشون رو گفتن. دعای من شخصانم برای 2022 اینه که واقعا سال پر از برکت داشته باشیم، سالی داشته باشیم که شهادت‌های زیادی بشنویم و همینطور بیشتر و بیشتر با همدیگه بتونیم جمع بشیم، مشارکت داشته باشیم، جشن بگیریم و ملاقات‌های زیادی نه فقط با همدیگه بلکه با خدای زنده داشته باشیم. سینا آمین. جان، آرزوی تو برای 2022 چیه؟ واقعا رومینا جان، وقتی که به این اتفاقات سالهای اخیر نگاه میکنم، این وعده خدا به یادم میاد که در کلام خودش میگه سالهای ملخ خورده شما رو به شما برمیگردونم و دعای منم اینه که در سال پیش رو، در سال 2022، این وعده خداوند، این کلام در زندگی تک تک شما جسم بشه و در نور و برکت و سلامت خداوند ساکن باشید. آمین و آمین. واقعا خیلی خوشحال میشیم عزیزان اگر سال دیگه هم، یعنی از هفته دیگه هم همراه ما باشید، این برنامه ما رو تماشا کنین، به دوستاتون، به خانواده‌هاتون، به هر کی که مشتاق بیشتر با عیسی مسیح منجی ما، با کلیسای آلفا و اومگا آشنا بشه. ما همچنان در سال آینده هر چهارشنبه ساعت 8 از طریق یوتیوب در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم اگر شما ما رو همراهی بکنید و یا خیلی خیلی خوشحالیم و ببینیم این سال جدید 2022 برای ما چی آماده کرده. کارهای خدا رو شاهد خواهیم بود و مطمئنم شهادت‌های زیادی خواهیم شنید. آمین. و همینطور اگر عزیزان نیاز به دعا داشتن یا اینکه سوالی داشتن، میتونن در طول هفته با شماره‌هایی که پایین صفحه زیر نویس میشه تماس بگیرین. خادمین ما در خدمت شما هستن تا برای شما دعا بکنن و به سوالات شما پاسخگو باشن. پس تا سال دیگه، یعنی هفته دیگه، خدافظ عزیزان، در رسانه خداوند باشید. خدا نگهدارتون.